و حقیقت است که دولت افغانستان به سخنگوی طالبان تبدیل شده. دولت افغانستان برای خود هیچ حیثیت، هیچ اعتبار، هیچ ارزش قائل نیست. چی در مجامع ملی، چی در مجامع بین المللی، پرستیژ خود، اعتبار خود، جایگاه خود از دست داده. تمام کارها به نفع طالبان است. چی در جاکارتا، چی در پاکستان، چی در افغانستان، چی در هر جای دیگر. دولت مردان افغانستان باور و اعتقاد راسیخ به مبارزه علیه طالبان ندارن. چرا ندارن؟ طالب هستن. حکومت افغانستان طالب است؟ چی از خی؟ پس سخنگوی است. سخنگوی سال در اینجاست. حال مرا و سخنگویش غرض نیست. حقیقتی است که اینمینا از دل و جان پروگرامی را تعقیب میکنن که اینا به یک شکل پیش میرون، طالب به شکل دیگه پیش در نهایت آسیب مردم. هدف واحد است. چی است هدف؟ هدف باز معلوم میکنیم ما و شما. بنابراین اینا اعتقاد ندارن به مبارزه علیه طالبا. و طالبا چنان از این فرصت طلایی استفاده میکنن که در همه جا این دولت به مسخره میگیرن. چقدر امیدواری ای به مردم افغانستان و به جهان نشان داد که ما اینا را به حیث حزب سیاسی به رسمیت میشناسیم. ما برای از اینا در دولت جایگاه قائل هستیم. ما برای از اینا امکانات فعالیت سیاسی را مساعد میسازیم. پس این جانب مقابل طالبا این همه خواستهای از اینا را به مسخره گرفت، ریشخندشان کرد. گفت شما کی هستین؟ ما در دروازه های کابل رسیدیم. دولتی که خط اولش چارایی عبدالحق است، چارایی پل محمود خان است و زنبق است، این چه حق داره که گپای کلان کلان بزنه؟ چرا صادقانه به ملت افغانستان چرا دروغ میگن؟ چرا فریبکاری میکنن؟ چرا نه آل شما مانین من به اونا مواجه نکنین که از این رقم سیستما خوشم بگن. بفرمایید. من گپای خدا بگم باز اونا گپ خدا بگن. دولت افغانستان اینجا نماینده شورای عالی صلح هست. نماینده شورای عالی صلح باز گپای خدا بزنه. بان که من گپا ما خلاص کنم. این رقم اگر بفرمایید. در خدمت شما هستم. بفرمایید. خواهش میکنم. بنابراین دولت از آغاز تا امروز نه تنها آمادگی مبارزه بر علیه طالبان نداره، چنان با صحبت‌های زیگزاگ ماندن و سیاست‌های زید نقیص روحیه پلیس، روحیه استخبارات، روحیه ارتش ضعیف کرده که چند روز پیش شما شنیدین که بهترین ها در فرا کشته شدند، بهترین ها در تخار کشته شدند، بهترین ها در بعض گوش‌های کشور کشته می شوند، از بین می روند. این دولت چرا شرافت ندارن اعلان کنن که ما طالب هستیم و در خدمت طالب هستیم و با طالب یک جا حکومت میکنن؟ تشکر. اعلان کنن که مردم افغانستان از این مصیبت خلاص شود. دروغ میگن. سیاست های دوگانه، جلسه عربستان سعودی، جلسه در امریکا، تمام پالیسی های پشت پرده برای تقویت طالب است، برای تقویت داعش است، برای تضعیف روحیه عناصر ضد طالب و ضد داعش است. خیلی تشکر، ممنون. اینا افرادی بسیار متعصب، قوم پرست، بسیار قبیله گرا و اینا در نهایتش اینا دنبال یک پروگرامی دیگه میگردن که او جامعه جهانی هم کم کم فهمیده، امریکا هم کم کم فهمیده که ما از چی کسا حمایه میکنیم. فرق طالبی که در ارکس و فرق طالبی که در او کوجنگ، او طالبی که در کوجنگ میکنه بسیار با شرافت است، بسیار آدمی خوب است. او میدونه بالونگی سیاه میجنگه و میگه من برای امی اهدافم میجنگم. اینا نکتایی دارن، صد بار اینا خطرناکتر از او طالب هستن و هزار بار خطرناکتر از داعش هستن. طالبان ارگه میگن بله. طالبانی که نمیجا حکومت میکنن، اینا دزد هستن. اول طالب متوجه باشه دزد نیست، اینا دزد هستن. طالب فساد پیشه نیست، اینا فساد پیشه هستن. طالب در گپای خود متعهد است، اینا متعهد نیستن. طالب چیزی که میگه به امو صادق است، خوب است یا خراب، ولی اینا میدانین مردم فریب میتن، جامعه جانی را فریب میتن، امریکا را فریب میتن. اینا دنبال یک پروگرام فاشیستی میگردن. خب من براتون میگم که اینا دنبال پروگرام فاشیستی برای میگردن. چی این پروگرام فاشیستی؟ یک مش احمقی دیگر هم پیدا کردن از تاجیکا، یک مش احمقی بزدلی دیگر هم پیدا کردن از ازبکا، یک مش احمقی بزدلی پول پرست پیدا کردن از هزارا. اینا را بازی داده روان هستن. من براتون میگم اینا بسیار خطرناک هستن. من میترسم که یک روز
از خواب بیدار شمیم با وقتی نماز ببینیم که همه جا طالب است، همه جا داعش است، همه جا لنگیسی است. اینا به همو حد پیش می روند. ببین خط اول او برادر، خط اول در کجا بود؟ خط اول در وقت دکتر نجیب در پغمان بود. دوم در کجا بود؟ در للندر و در للندر بود. سوم در کجا بود؟ در اینه ای چی بود؟ در نهی اولسوالی چیز؟ بگرام بود؟ نه بگرام نه، سروبی. سروبی بود. آل میدانی خط در کجا رسیده؟ خط اول. کجاست خط اول؟ در چیز در چارای عبدالحق. خط دوم در کجاست؟ چارای سیحت یامه یا چارای احمد شاه مسعود. دیگه در اون طرفی ارک در کجاست؟ در زنبق. پس جنگ با مخالفین مسلح افغانستان در یک کیلومتری ارگه. من براتان بگم گپش در کیلومتری نیست. بیا بریم در کارتای پروان. چی ببخشین کارتای نو؟ کل طالب است. بیا بریم هم یازیر ما و شما در طرفی پلیچرخی، طرفی اینی چیز، همه جا طالب است. اینا آیسته 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 قدرت به طالب تسلیم میکنند. و ببرتان بگم که از سیمای از اینا اما آقای طاهری میگه وضعیت خوبتر شده. میال خود طاهر سخنگوی شورای صلح است، او باید هم تو بگه و وظیفه داره و آدم محترم است و گفت من ماموریت دارم. نه که وضعیت عمومی را ببینین که از نظر امنیت چقدر وضع خراب است. در هیچ جا مردم مسئول نیستند. ارگانهای امنیتی قدم به قدم تحت فشار مخالفین هستند. هر جایی که مخالف بخواهم موفقانه عمل میکنه. حتی در انترکانتینیتال، حتی در دروازه وزارت داخله، حتی در 420، حتی در دروازه ارک. بناهن دیگه چیزی دیگه برای از این باقی نمونده. پس کارکرد شورای صلح به چی معنا؟ گوش کنین، یک مشت عناصر خائن تاجیک هست. در کجا؟ در شورای صلح؟ یک مشت عناصر خائن ازبک است. یک مشت خائن هزاره است. اینا پول پیدا کردن، شهرک ساختن، میلیونر شدن، زناشان در داخل شورای صلح میگن منظورتان؟ اجازه بتین شورای صلح من چی کار دارم؟ ما عمومی پس چه معنا میته وقت خط اول؟ وقت خط اول در یک کیلومتری ارگ باشه شورای صلح چه معنا میته؟ شورای عالی صلح در جای خود باشه. ما در شورای صلح غرض ندارم. شورای صلح یک تعداد مردم یک نزدیک به یک میلیارد پول پولهای هم گفت اینجا از اینا شده. چیکار داریم؟ ما در سر اشرف غنی کار دارم. حق ما شما مصرف شده که برادر اینمینا طالب هستن. اینمی مشت خائنی دیگه که از آدرس ما گپ میزنه اینا خائنن. امروز یا سبا خیانتی از اینا واضح میشه. اینا نماینده تاجیک نیستن، نماینده ازبک نیستن. اینا مردم در اسارت گرفتن، با تفنگ در اسارت گرفتن. اینا میدونن به ما خیانت میکنن، همان طوری که در بن خیانت کردن، همان طوری که در لوی جرگه استراری خیانت کردن. اینا خائن هستن ولی با تفنگ و چماق بر سر مردم حکومت واجب باشین. گروه های دیگه پشت پرده است. این گپ افغانستان یک گپ بسیار عادی نیست. در چند گپ خلاصه نمیشه. طالب دیروز امی دولت تروریست میخوند. آل امروز برادرش میخوند. برش در کابل دفتر میده. زید نقیس. آل ما کدام شا قبول کنیم؟ تروریست شا قبول کنیم؟ خیلی لطفاً دولت از طالب اول معذرت بخواه. که قبلا تروریست گفته. که چرا اینا را تروریست گفته؟ چرا اینا را دهشت افغان گفته؟ معذرت بخواه. لطفاً معذرت بخواه. بعد از اون مذاکره را آغاز کنه. طالب میگه تا زمانی که معذرت نخوای و تا زمانی که من از لیست سیاه دور نکنی و بادارت از من معذرت نخواهم، من تفنگ خود به زمین نمیمانم، مذاکره نمیکنم. اینا ببینین چی شامت است که از خود نشان میده. و اینا چه آدم های بزدل هستن. دیروز تروریست میگن، امروز مذاکره. این مذاکره چی است؟ خی نگو تروریست. چی کنه خی؟ وقتی مذاکره نکنن ببین. چی؟ ما براتون میگم که در قندوز اینا درست جنگ نکردن، در بغلان اینا درست جنگ نکردن، در هیچ جای اینا درست جنگ، یک دلی جنگ کردن ندارن. یک من صد دفعه گفتم براتون او برادرو، امی عسکرا که میمره برشان به اندازه یک گنجش اهمیت ندارد. مردای صدها بدخشانی، صدها اندرابی، صدها تخاری، صدها فاریابی دینمی سردخانه 420 هفته ها میمانه. تیاره پیدا نمیشه، هلیکوپتر پیدا نمیشه اینا را انتقال بده. واللهی قسم است که یک طالب میمره سه شو چهار شو پنج شو اینا ماتم دارن. اینا آل سوال اینجاست که اصلا سربازای این اردو در خدمت از ایناست یا طالبا؟ پس اگر و اینا دلشان باکیست. چرا ما مذاکره صلح بسته نکنیم و شورای صلح منحل نکنیم؟ نه آل ببینین، شورای عالی صلح هم روی یک نزاکت است.
روی یک نزاکت هم باید برای استاد خلیلی باید یک چوکی باید پیدا میکردن برای یک تعداد افرادی که در این دولت شورای سول برای سول نیست برای یک نزاکت جور شده. ما براتون بگم بسیاری از نهادهای دولتی و ساختارهای دولتی برای همین نزاکت هاست. 8 سال میشه که پارلمان شما به اساس کدام قانون 8 سال سنای شما و پارلمان شما ادامه میده. اکثر وزیرای شما سرپرستن به اساس کدام قانون؟ اما قبل از آقای خلیلی هم شورای سول بود، او زمانم نزاکت بود، همه جا نزاکت بود. اول تا 6 سال به اساس یک نزاکت جور شده. همه چیز روی نزاکت است. اینجا اینجا روی اصول، اینجا روی قاعده، اینجا روی منافع ملی، اینجا روی مصلحت‌های ملی، اینجا روی ارزش‌های مردمی. میلیون ها دلار که مصرف شده این شورا به خاطر یک نزاکت. آقا میلیارد ها دلار چند نفر چور کرد؟ کیها؟ آقای اشرف غنی گفت، آقای عبدالله گفت که من در قدرت رسیدم این دزدار محاکمه میکنم. کدام دزد محاکمه کرد؟ پول هایی که امروز از این پول ها قصرها در امارات متحده، قصرها در لندن، قصرها در پاریس، در هند، دوستان در ایران، در پاکستان ساخته شده. در جنبندی رای حل شما چیست؟ رای حلتان چیست؟ رای حلش ایست که برادرها امیدواری از این نظام برای مبارزه بر علیه تروریسم، برای مبارزه بر علیه فساد، برای مبارزه بر علیه قانون شکنی، برای مبارزه بر علیه قاچاق مواد مخدره من ندارم. فقط یک باور دارم که مردم افغانستان لیاز خدا به هوش بیاین، لیاز خدا به هوش بیاین و آرزو میکنم که این ملت بیچاره را از این بهش جامعه جهانی آزار نده، امریکا آزار نده. ما خیلی حقایق میفهمیم که در پشت پرده ها چی میگذره، چی دسایز بر ضد مردم افغانستان جریان داره و چی قدر نیروهای ملی، چی قدر نیروهای روشن فکر، چی خ مردمان آزادی خواهی جا سرکوب میشوند و به انزوا کشانیده میشوند و صدایشان قطعا کس نمیشنوید. باز در همه مذاکرات کیست؟ فساد پیشگان، دزدان، جنایت کاران، ناقضین حقوق بشر، دشمنان مردم افغانستان، کسایی که به قانون اساسی قطعا عقیده ندارند. تشکر آقای تایی.